شکر که امروزم سر پا هستم. نمیدونم کجا ببرمتون. خیلی جاها میتونم ببرمتون. با من بیاین یه سیر و سفر حسابی باید بکنین. حالا دوست دارین از بچگیام، حالا بچگیام زیاد یادم نیست، اگر دست راست منطقه ماشین میاد مراقب باشین. اینجا همه ورودی های یه طرف و دو طرف همه ماشین میاد، پس بنویس یادم میاد. چون من ببین الان مغز من الان برات واز بکنم، اینقدر مطلب توش هست تا آره که اگه ننویسی یادم میره یا قاطی میکنم. این خوبه، همون اول دیماه 1397. ببین هم تاریخ میدی به بینندت، هم تاریخ منو میدی، این آدم رو، هم روز تو، هم همه چی. تصادف شده، ای داده بیداد، موتور بود. خدای من چرا مراقب نیستم. هر روز از این اتفاقای دردناک میفته، خدا کنه چیزش نشده باشه. هوا رو میبینی؟ اوائل زمستونه دیگه، تغییر میکنه هوا، آفتابی میشه، ابر میشه، سرد میشه، گرم میشه. چند لحظه پیش آفتاب داشتیم، آنچنان تاریک شده که انگار غروبه. مثل زندگیه دیگه، مثل زندگی داره، تاریکی داره، روشنی داره، خوبی داره، بدی داره، باران داره، برف داره، نور هست، روشنایی هست، تاریکی هست، و همه اینا میگذره. دورترین چیزی که یادم میاد این بود که انگاری من 4 سالم بود، 2 تا عمو داشتم، این عموی کوچیکم بود که صبح که میخواست بره سر کار، قبل از که بره منو سوار دوچرخش میکرد، میرفت دور بازارچه سقاب باشی دور میزد، بعد میامد من پیاده میکرد، خودش میرفت سر کار. صبحا خانوم عمو بزرگم توی این ایوونشون فرش میچید، سفره صبحونشو میذاشت، عمو میامد این انباره رو میذاشت روی منقل، بعد نون میذاشت توش داغ میشد و این بو عطر این نون منو بیدار میکرد صبح. مثل خیلی از قدیمی ها در یک خانه زندگی میکردیم که حوض بزرگی داشت ولی کم عمق، زیرزمین داشت، بعد روی این زیرزمین اتاق، این اطراف به اصطلاح این حیات بود که 2 تا اتاق مثلا مال من و مادرم و پدرم بود، 2 تا اتاق مال عمو بزرگه و خانومش بود، 2 تا اتاق هم مال مادر بزرگ و همین پسر جوانش که مجرد بود. اینطوری همه با هم زندگی میکردیم. سلام علیکم. اون موقع که فریزر و یخچال و این چیزا نبود که ما همه چیزشو همه روزمره می‌خریدن. یخی با الاغ یخ می آورد تابستان برای خانه ها،
و مادر بزرگ من یه دونه کاسه مسی به من میداد با حالا من نمیدونم دشه یه قرون یادم نیست ولی یک پول چیپ و کوچیک دیگه میگه برو بیا. من میرفتم در بعد این یه دونه از این تیشه ها داشت لب بلند و چکش نه تیشه بعد این یخاب کسی بود توی گونی بود سوار این الاغ و اینطوری میشکست به اندازه پول آدم یخ تپ مینداخت تو کاسه و میرفت یخی یخی تا بستونا خاک زغال میگرفتن گوله میکردن اینطوری گوله های اینقدی بعد این گوله ها رو میبردن میذاشتن پشت بام کم تو اینطوری 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 فال 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 تعداد زیاد که خشک بشه و برای مصرف زمستونشون. منظورم اینه که انواع کارهایی رو که الان خانم های عزیز و نازنین ما انجام نمیدن در واقع میرن میخرن خانم های اون موقع در خانه انجام میدادن، شاید به خاطر این بود که احتیاج نداشتن خیلی حالا بیرون از خانه کار بکنن. الان شاید از بیکاری و بیپولیه که بالاخره هم زن هم مرد باید کار بکنه تا اموراتش بگذره، به دلایلی که حتما خودشون میدونن. من پدر مادرم از هم جدا شده بودن و من مدتی در خانه مادر میگذروندم، مدتی رو در خانه پدر و این تنهایی ها گاهی فکر میکنم باعث شد که من این استحکام و این مدیریت وجودی رو یاد بگیرم و خداوند من رو در پناه خودش گرفت، این قدرت رو داد که من خودم رو سالم و محکم نگه دارم. ظاهراً این همون بازارچه است ولی یادم یه سقف داشت. خدا حفظش میکنه. سیبا نیستش که آدم یه ورقه کج و معوج پاره شده بده به یادم و توقع داشته باشه یادگاری بنویسه. نه برای کیه این؟ محمد علی. محمد امیرحسین. بچه ها رفتن مدرسه اول صدا کردین گرفتن اونا؟ امیرحسین. چقدر امیرحسین داریم؟ من یادم نیست، واقعا یادم نیست کدوم کوچه بود. انقدر تغییر کرده، یعنی همه محله ها تغییر کرده. که بنبسته برم کبوتر رو بلند میشم. چوبیه یا این که قفص کبوتر هاست؟ این من فکر میکنم 80-90 سالش باشه. اگه اجازه میگرفتین از بالکن اون خونه هستین برده رو کنه چه هم ببینم درش هم همینقدر قدیمیه. سخته این خونه چوبیه پر کبوتره. چی جاله بعد همه چی تغییر کرده. واقعا این کوچه ها من نمیتونم بعید میتونم پیدا کنم. خیلی قدیمیه این درش که در که بازسازی شده است، چون آهنیه این در بازسازی شده است، به خدمت خود خونه نیست. خیلی تغییر کرده. نه اون خونه رو دیگه میتونم پیدا بکنم، نه اون کوچه های تنگ و پیش در پیش، نه اون اتاقهایی که خانواده درش زندگی میکردن، نه اون حوض بزرگ کم عمق، نه زیر زمین پر از برنج و روغن و گوله زغالی برای کرسی، و نه جوانی من و نه بچگی من. دیگه نمیتونم پیداش کنم، دیگه نمیتونم. بله دوران نوجوانی یا جوانی هم وسط ها و آره دیگه وارد دبیرستان شدیم و من میرفتم دبیرستان شاهدخت در کابان شاهآباد. روزی 4 بار این راه رو
میرفتیم میامدیم، همه یعنی میرفتن میامد، پیاده میرفتن میامدن. مثلا تعداد خیلی خیلی کم از دخترها بودن که احتمالاً مثلا شاید دو تا دختر در تمام دبیرستان بودن، باباشون مثلا ماشین داشت، راننده می آوردتشون، اینا مثلا پول دار بودن. ما همه پیاده میرفتیم میامدیم اینطوری، آژانس بگیر رو بعد نمیدونم سر خدا تو من پول سرویس بده و اصلا از این شوخی ها نداشتیم اصلا. اسم شده دبیرستان علمیه. من میتونم این تو رو ببینم؟ من یه موقع اینجا تحصیل میکردم، اینجا دخترونه بود، من درس میخوندم. سلام، حال شما خوبه؟ قربان شما. متشکرم. خانومات دعای خاطبیت که ما اراده داریم. خواهش میکنم. بیرینه ای داریم. متشکرم. مزاحمتون نمیشم. خدا نگهدار. دستتون درد نکنه. دستتون درد نکنه. همینقدر که فقط نمی‌بینیم. همینقدر که اجازه ورود دادین پذیرایی. ممنون. سپاسگزارم. متشکرم. سپاسگزارم. دست شما درد نکنه. بله بله. حتما حتما بفرمایید. یه دونه من تکی میخوام. الهی دو واقعا یکی گرفت. خانم خیلی مخلصه. خواهش میکنم. ممنونم. مرسی. ممنون. مرسی. این یکم پایین تر فکر کنم سرچشمه است. من یه چیزی بگم راجع به سرچشمه. سرچشمه محل فروش ماهی بود. شب عید می آمدن از سرچشمه ماهی می خریدن. ما الان داریم میریم به سمت دروازه شمرون و پل چوبی که همونطور سالیان دراز من این راه رو از همیشه آباد طی میکردم پیاده و این مسیر رو ببینین چقدر موتور، ببینین چقدر موتور، ببینین ببینین لشکری اغلب کار میکنن با این موتورها، نونه زن و بچهشون در میکنن. فهمیدم که من نه موزیسیانم، نه نقاش، نه مجسمه ساز. فهمیدم که من میتونم صدا پیشه و بازیگر باشم. برای همین سوار شدم و رفتم به طرف میدان ارک. هرگز فکر نمی کردم میدان ارک و بازار با درشکه بیام. خیلی جالبه. معمولا اصفهان که می رفتیم درشکه سوار می شدیم. مکانی در اینجا هست به اسم رادیو که عشق منه، زندگی منه. من زندگی کردن، کار کردن، خواندن، تجربه کردن، همه چی رو در این مکان آموختم. رادیو خواهر بزرگ منه. می دونین چرا؟ بر این که 1319 تأسیس پیدا کرد، دوی اردیبهشت 1319 متولد شد. من آخر آذر 1319 متولد شدم. رادیو ارتش اون موقع ها یک شنبه ها ساعت 7:30 یه برنامه داشت. چند تا گوینده میخواستم که من رفتم اونجا امتحان دادم و قبول شدم. یه مدتی اونجا کار کردم و یک نامه هایی رو که یک سربازی برای مادرش می نوشت رو می خواندم در اون رادیو. این مثلا مال 39 بعد رفتم رادیوی اصلی. اولین کاری که رفتم دوبله آقای هوشنگ لطیف‌پور داشتن یک فیلمی رو که اسمش یادم نیست الان دوبله می کردن. من یک هفته تموم اون ته اتاق
یه نیمکت میذاشن که اونا که کار ندارن یه دقیقه میشینن تا مثلا نوبتشون بشه بیان دم میکروفون. اونجا میشستن و تماشا میکردن. بعد بالاخره بعد از یک هفته آقای لطیف پور به من گفتن که سرایو این جمله رو بگو. این جمله من بود: بارونز کفشاتون زیر تخت. بچه آفتابی، آفتاب زمستونم خوبه ها. سال 40 97 57 سال اون داستان ها و یه شب معروف که حالا پدر مادرای این جوون ها نسبت به شناخت دارن، با داستان های شب میخوابیدن. بعدن دیگه حالا شبکه ها زیاد شد، بعدن حالا دیگه تلویزیون اومد، تنوع بیشتری آدم ها پیدا کردن برای اینکه چی رو انتخاب بکنن. اما رادیو نه فقط در ایران، که در ایران هم همینجوری، در تمام دنیا مثل جویباری میمونه که همیشه روون. میدون حسن آباد بود، رد شدیم ازش، انقدر شلوغ بود نتونستیم وایسیم خوب ببینیم. یک کوچولو دیدیم دوره میدون، همه کامبا فروشی بود فقط، برای اینکه اون موقع مغازه های پوشاک به صورت نبود. میامدن کلاف میخریدن، کلاف رنگی میخریدن، پولیور میبافتن خانوم ها در منزل، شال گردن میبافتن، جوراب میبافتن، چون اینقدر تهران سرد میشد که بسیار نیاز بود. خاطره یادم اومد، آدمایی که اون موقع تئاتر کار میکردن به خاطر اینکه مردم دیده خیلی خوبی نداشتن راستش نسبت بهشون، اغلب نمیگفتن. ما در یک خانه میشستیم که مادرم و مادر بزرگم و من زندگی میکردیم. به صاحب خانه مادر من نگفته بود که تئاتر کار میکنه، اینا گفته بود که مثلا خیاطخونه کار میکنم. بعد از یه طریقی همسایه چیزی این صاحب خانه متوجه شد که مادر من تئاتر کار میکنه، بعد ما رو جواب کرد، گفت برین برای خودتون اتاق پیدا کنین برین از اینجا، و ما نقل مکان کردیم از اونجا به خاطر اینکه مادر من در تئاتر بازی میکرد. قدر این آزادی های امروز روزتون رو بدونی، خیلی راحت ترین، خیلی افتخار بهتون میکنم، خیلی حالا در این فضاهای مجازی نمایش ها میدین که نداره خوبم هست، ولی در حد خودش، در حدی که به همکاراتون، دوستاتون و دیگران احترام بگذارید در هر صفحه مجازی که هستی. یک توضیح دارم براتون، میبینید که ما ماشینمون عوض شده، الان من در یک ون نشستم، چون ما نمیتونستیم به دم بازار و میدان ارک ماشین ببریم، ون گرفتیم که همگی با همدیگه حرکت بکنیم و ون اونجا راحت تر میامد. و میبینم که چقدر اتفاقا این با هم بودن بهتره، خیلی خوشاینده. یک نمایشنامه از عالی جناب اکبر رادی با آقای رکن‌الدین خسروی کار کردیم. بعدش همه فرزندان من آرتور میلر رو با آقای زنجانپور کار کردیم. بعد یه وقفه های افتاد به خاطر اینکه من درگیر فیلم و سریال بودم اینا. و بعد یه تئاتر اینجا کار کردیم به نام سوء تفاهم آلبر کامو با آقای پویان. خیلی دلم میخواد به خاطر بیارم اولین تئاتری که اینجا خودم نشستم دیدم، راستش یادم نمیاد. تئاتر یک هنر شیکه، تئاتر یک هنر مردمیه، تئاتر یک فرهنگ، یک جامعه است. و من جز به آرزوهامه که محلی که این کار درش انجام میشه
تمیز باشه، نظیف باشه، شیک باشه، خوشگل باشه، هر تسهیلاتی ایجاد بشه برای اینکه مردم با آسایش و راحتی بیان ماشینشون رو پارک کنن، رفت آمد داشته باشن، برن تئاتر ببینن. این چه اونجایی نیست که ایده‌آل منه. میریم روی پل میرداماد، زیر پل میرداماد میافتیم مدرسه جنوب، مستقیم میریم تا ورودیه چیز، ورودیه بهشتی. اون موقع انجمنی بود به نام انجمن ایران آمریکا، اونجا تئاتر زیاد میذاشتن، به سالن مناسب تری بود، سالن یا که نداشتیم به اون ترتیب. سنگلج کار میکرد و به اصطلاح اینجا این همون ساختمونی که گفتم انگار یه دستمال روش پهن کردن، البته سفید بود قبلا. جمعیت فوله. صداشون رو میشنوم. میامدن برای دیدن تئاترای خوب. خیلی جالب بود. خیلی. هر شب پر از جمعیت بود. روزایی که کار نداشتم تابلوهای دیگران رو تمرین میکردم، من توی تاریکی آروم آروم میامدم این گوشه میشستم و تماشا میکردم، تماشا میکردم بزرگان تئاتر اونجا تمرین میکردم. من تماشا میکردم ساعت رو تماشا میکردم ببینم، یاد بگیرم. نمیدونستیم، نمیخواستیم بدونیم، نمیپرسیدیم که درمون چنده، نه گوشمون به این جدید الورود بود که کارهای بیرون رو انجام بدیم. چیزی نبود جز بازی در صحنه، چیزی نبود جز اون چیزی که کارگردان گفته بود و ما باید انجام میدادیم. 6 ماه، نه 1 روز، نه 1 ماه، نه 2 ماه، 6 ماه تمرین میکردیم با تمام عشق. اینجا پشت صحنه است، پرده پایینه، اما ما صدای همه جمعیت رو میشنویم. پرسجو میکنیم، میگن سالن پره، تمام صندلی ها پره، همه نشستن منتظرن و ما مثل هر شب تپش قلب هامون تندتر میشه، صداش قشنگ به گوش میرسه. هر شب دلخوره، هر شب نگرانی، هر شب نکنه یه لحظه، نه اشاره که هیچ اتفاقی نمیفته. همه هستن، آقای مشایخی، آقای کشاورز، آقای پورصمیمی، آقای حسینی، خانم شیخی، همه بچه ها هستن. بریم که شب خوب و موفقی رو داشته باشیم.
دختر نمایشنامه آندورا، باربلین حمید سمندریان سفید میکنه، سفید میکنه، سفید میکنه، سفید میکنه، به کشیش التماس میکنه، التماس میکنه، التماس میکنه، باربلین سفید میکنه، سفید میکنه، سفید میکنه، میخواد همه چی سفید بشه، همه چی پاک بشه. آنتیگونه جان آنوی رکن دین خسروی در حالی که از غم عشق همون می سوزه با ایسمن خواهرش سعی میکنه، تلاش میکنه که جسد برادر رو به خاک بسپره. ای آنتیگونه، آنتیگونه بیچاره، ای آنتیگونه بیچاره، چه کردی، چه کردی، چه کردی، چه کردی، چه کردی؟ یک دو تا کار کوتاه تلفنی بود برای آقای تقوایی من انجام دادم که الان حضور ذهن ندارم یادم بیاد در مورد چی بود. بعد آرامش در حضور دیگران رو شروع به کار کردیم که یک داستان کوتاه از آقای ساعدی بود که ایشون فیلم نامه کردن. ایشون هم یه پسر جوانی بودن که از جنوب آمده بودن و احتمالاً کارهای تئاتری منو دیده بودن که منو دعوت کردن برای این فیلمش. این خانوم بچه ای نداشت، دیدیم که تنها راش همین ارتباط با نداشتن بچه و سر و صدای اون بچه ها در داخل اون حیات باید باشه، یک حسرت. البته که من اون سکانسی رو که با دستهاش آب رو میده بنوشه، من اونو بیشتر دوست دارم. من شرایطم یه جور بود که حالا مثلا دوست داشتم که سناریو رو بخونم و بازی کنم. یه چند تا به من سناریو اون موقع دادن، راستش دوست نداشتم، چون مثلا یه سکانس هایی بود که من یا بلد نبودم یا دوست نداشتم اونا رو انجام بدم. به هر حال زیر بار نرفتم و نشد که فیلمی بازی کنم و نکردیم دیگه تا بعد از انقلاب. اولین فیلمی که بازی کردم بعد از انقلاب خانه ابری بود، مال آقای خاجویی. سلام خانم جان. سلام نرگس جون، حالت خوبه؟ ممنونم. چشمت روشن. بالاخره پیدا شد. بله. نگفتین همه سال کجا بوده؟ گفت کویت بودم. دو تا کار من با مادر داشتم، یکی همین کار بود، یکی هم بعد از در پناه تو یه کار دیگه با آقای لبخنده ما ساختیم به اسم در قلب من. اونم سریال خوبی شد ولی به نه به قدرت بود. من مرگ یعنی رها شدن، یعنی رفتن به سوی نور و روشنایی. خواب میبینم یا بیداریه؟
من وقتی که مادرم فوت کردن تسلیت میگفتن، من دلداری میدادن، بعد من میگفتم که چرا اینقدر دلداری میدین پای تلفن و من اصلا ناراحت نیستم، دلیلم دارم. مادرم همیشه میگفتن که خدایا منو ناتوان نکن، منو توی رخت خواب ننداز، و خدا همین کار کرد. یعنی ما از بیمارستان آمدیم، حتی ایشون نذاشت من در خونهشون رو باز کنم، قشنگ کیفشو باز کرد، کلیدشو درو باز کرد، رفت رو تختش نشست. گفتم که مامان میخوای چیز کنیم، یه دوش بگیرین لباستون عوض کنم؟ گفت نه بذار حالا یه خود استراحت کنم، حالا فردا دوش میگیرم که ملافه‌هامو عوض کنم. و چند ساعت بعد فوت کردم. این یعنی ایدئال برای یک فرد، این یعنی اینکه خداوند خیلی او رو دوست میداره، پس این تسلیت نداره، این آه و ناله و زاری نداره، رها شد به این زیبایی. دختر شیرینی فروش یکی از اون کارهای کمدی بود که من دوست داشتم و من اون نوع کمدی رو دوست دارم. البته که الان خیلی از خانم ها آقایون زحمت میکشن واقعا که کار طنز بسازن. بعضی ها خب البته که موفق هستن، بعضی ها البته موفق نیستن متاسفانه، و حیف که ما کار اصلا اسم کمدی روش بگذاریم. این شاخ شمشاد پسر من نیست. چرا؟ چون خائنه، چون ایشون تصمیم گرفته با این خانم زرنگ آبری منو ببرن. ایشون میخواد بره نوکر در خونه این خانوم بشه. من مؤدب باشم؟ عباس انگیزن کلانتر بیان دستگیرش کنن ببرن. من از شما هم شکایت دارم، من از این ردیف شاکیم. شما غلط میکنی، با هفت پشتت که جشن منو به هم بزنی. راست میگه، چی خیال کردی؟ فکر کردی مملکت سه آب نهنده؟ چی به هم بزنی؟ خوشگلی بود. شما یکم خانم افسانه بایگان، خانم قاسمی شما یکی خانم افسانه بایگان، واقعا طبیعی بازی میکنید، طبیعی. برنج ایرانی تحچین ویژه، حتما امتحان کنید. بچه های جوان تبلیغ میکنن برای محله کارشون، برای رستورانشون، محله غذاخوریشون و یا هر چیز دیگه ای. ما هم بریم نهار غذاخوریشون یه غذایی بخوریم، خستگی در بکنیم. میان عکس میگیرن، امضا میخوان، در حین کار آدم حالا یا تمرکزش از دست میده یا خسته است، ولی کسی که وقتی با اون همه عشق و محبت میاد طرف تو و از دیدن تو خوشحال میشه که نمیتونی تو ذوقش بزنی، اصلا به اون ربطی نداره که من چقدر خستم یا چقدر کار من سخته یا در چه شرایطی هستم. اون در اون لحظه تابع احساسات خودشه و با اون احساسات و با اون محبت هجوم میاره طرف تو، تویی که نادرستی الان وضعیتت. من پوزش میخوام واقعا از اشخاصی که گاهی با من برخورد کردن و من در شرایط بدی بودم و نتونستم اونطور که باید جواب محبتاشون رو بدم. مارال خیلی فیلم ارزشمندیه، نه برای اینکه من جایزه گرفتم، به خاطر اینکه معنا و مفهوم فیلم خیلی معنای مهمیه. معنای اینکه تو فقط قضاوت نکن در مورد دیگران، وقتی که خودت مورد قضاوت قرار میگیری ببینیم چند مرد حلاجی. خیلی دوست داشتم فیلم رو و خیلی زحمت کشیدم براش، ولی متاسفانه فیلم به دلیل اینکه آقای فیلمبردار با آقای کارگردان یه مقدار سلایق و عقایدشون با هم مختلف بود، خیلی ما راحت کار نکردیم.
و بعضی روزها آزار دهنده بود. و بعد به خصوص که من در آمریکا یک جایزه بزرگ بردم برای این فیلم، ولی متاسفانه تهیه کننده فیلم اصلا به روی خودش نیاورد، هیچ جام نوشته نشد، هیچ کس هم حرفشو نزد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. اما من چون خیلی خوب کار کرده بودم از نظر خودم و واقعا سعی کرده بودم از تمام توانم برای اجرای این نقش کمک بگیرم، خیلی راضی بودم. برای همین میگم زودتر تکلیفش روشن کنم. چه تکلیفی؟ تکلیفش معلومه. فکر میکنم همونی که روز اول به زور ازم خواستی خیلی هم بیراه نبود. همونی که عقدش کنم ستایی زندگی کنی. باش. مبارکه. پس اقلا عروسی رو بذار بعد از چهل. عزاداره. خوبی هم داره. یه کمی دیگه میرسیم به ست خندان، یه محله خیلی خیلی قدیمیه در تهران که یه نقطه بود دور افتاده که بعدش دیگه تقریبا همه دیگه تپه و این چیزها بود. تمام این راه رو از اینجا تا میدان ارک 30 سال با اتوبوس میرفتم میامدم. سال 49 ازدواج کردم و 50 دخترم به دنیا اومد، 51 پسر بزرگم به دنیا اومد و همچنان اینجا زندگی میکردیم. همیشه در خونه من باز بود به خاطر اینکه بچه ها دوست داشتن با همبازیاشون دوچرخه سواری بکنن، برن، بیان. حیوانات زخمی رو می آوردن تو خونه درمان میکرد. هرچی گربه یک پا شکسته و هرچی کفتر بال شکسته و هرچی نمیدونم سگ زیر ماشین رفته. اینجا فقط 20 ویلایی داشتیم دوبلکس. اینجا دیگه هیچی نبود. گفتم به همین دلیل چون خیلی پرت و دور بود و ارزان بود ما تونستیم بخریم که سالها قسطشو میدادیم. اینم اسکی از این قدیمی ها بود. و اینجا صاحب خانهش تخریبش کرد و به شکل و سلیقه خودش ساخت که اصلا دیگه اونی نیست که من درش زندگی میکردم. چیزی که حسرت داشتم که داشته باشم وقتی بیشتر بود برای بودن با بچه هام. بیشتر دوست داشتم که پیششون می بودم، باهاشون می بودم. آره این یکم حسرت. اومدم در یک پلاتوی سینمایی، محلی که فیلم برداری درش انجام میشه به نام شهرک غزالی. اینجا همون بازسازی لاله‌زار قدیمه، تئاترایی که سابق در لاله‌زار بود و مادر منم در یکی از اونا بازی میکرد به همراه بزرگان. یک میترینایی داشت مثل این، البته الان خالیه، که عکس هنرپیشه ها رو در این ویترینا میذاشتن که آدمایی که از لاله‌زار رد میشدن میامدن این عکس ها رو نگاه میکردن و این عکس ها جلبشون میکرد به اینکه برن بلیط بخرن و برن تئاتر رو ببینن. خیلی جالب بود. یه نمونه از دکورسازی که گفتم این هستش. اینا همه ساخته شده، این در ساخته شده به مدل قدیمی. میدونین که این دستگیره ها مال خانوم ها بود.
این دستگیره ها مال مرد ها بود، یعنی هر کدوم اینا به صدا در می اومد، کسی که داخل خانه بود میفهمید که پشت در مرد هست یا زن هست. من الان دقیقا یادم نیست کجا فیلم برداری داشتیم. این بالکنه هم یه نگاه بکنین، نگاه کنین یکم بیاین عقب دره رو ببینیم. دکور بالکن زرم نکنه بالکن جولیته. در شب دهم با آقای فتی درباره این سکانس آخر صحبت کردیم خیلی، برای که من اول تصور میکردم که موقع مرگ این تعزیه و این تعزیه خانها و پسر من خیلی نزدیک این آدم ها خواهم بود. بعد میزان سنی که آقای فتی دادن من رو گذاشتن انتهای سالن، خیلی دور از اون مرکز تعزیه. بعد یه من گفتم ای وا من از این دور چیکار کنم، فکر کردم حالا دور تا دارم جمعیت این. گفتم آقای فتی اینجا به این دوری من چیکار کنم چه عکتی بگیرم اینا. گفتش که دیگه خودت میدونی دیگه، ببین دیگه من میزانسنم اینه، حالا یه خورده تو هم فکر کن منم فکر میکنم. خودش هم رفت یه خورده فکر کرد، بعد اینا و دستور حرکت داد و اینا و که اون سکانس با رهبری ایشون و با تخیل من و حمایت ایشون به اون صورت در اومد. میزانسنی که دادن آقای فتی تمام جمعیت در حال سکون، انگار که دنیا ایستاد برای این مادر، انگار که همه چی متوقف شد، زمان ایستاد و فقط من حرکت میکردم میامدم، که بعد به اون وسط میرسن که دیگه کاغل و به اصطلاح از این چیزها ریخته میشه، خاک بر سر میشه وقتی که فرزند آدم بره. عاشقانه اون سکانس دوست دارم. پسر من، همه پسرهای من، همه پسرهای من. کشیدم به تاریخ، داشتم فکر میکردم که حالا ما دکور داریم اینجا، ولی این داستانهایی نوشته، این داستانهایی که نوشته میشه، این آدم ها چه زندگی هایی داشتن، تو چه خونه هایی زندگی میکردن، چه اسب هایی میامده میرفته، چه اتفاقهایی میافتاد میافته برای زندگیشون. اینم سقاخ خونه. در محله خودم نتونستم پیدا کنم تاریخ رو، ولی در اینجا در شهرک غزالی تاریخ رو پیدا کردم. اینجا شمعیست که سوخته میشه، ریخته میشه، اینها میبندن، حاجت میخوان، دختر پسر را عاشقانه هاشون رو میارن اینجا، حاجت میبندن که بتونن زندگی مشترک داشته باشن. شمعی نیست اینجا ما اینجا روشن کنیم، و همینقدر که پیداش کردم خیلی برام خوشاینده. این برج و بارو منو یاد یه دو تا سکانس انداخت در یه سریال من بازی میکردم، رئیس دزدا و جیبورا رو بازی میکردم با یه گریم خاص و شکل و بازی خاص. خیلی کم و کوچولو بود ولی دوستش داشتم، چون
تو این فرم بازی منو کمتر دیده بودن که رئیس جیب برو و گداها باشم. ولی تهران قدیم بود که دم دروازه خیلی خطرناک بود، هر کسی نمیتونست از دروازه بره بیرون. امرو تو تو میرین میدون توپخونه، میرین گلبندک، تو میرین مولوی، شما ستا میرین تیر دو قلو، تو میرین منیریه، شما دوتا میرین بخارستان. ای به چشمالکه نشون میدن من بعد از اینکه فستیوال تموم میشه، جایزه داده میشه، خبردار میشم. حالا میخوام به یه نقطه نظری برسم. در آمریکا در یه جشنواره من برنده جایزه مارال میشم، 5 سال بعد خبرش به من میرسه. من الان دارای درجه 1 هنری از وزارت علوم هستم، ولی این هیچکی نمیدونه. میخوام به اینجا برسم که متاسفانه بعضی از ماها فدای سیاست‌های فرهنگی وقت میشه. بالاخره رسیدیم. عزیز خانم، اینم از ویلات. خوش اومدید. وقتی که فیلم نامه رو برای من فرستادن خواندم، عاشقانه خوشم اومد از فیلم نامه. بر اینکه یک نگاه خیلی خوب بود به جنگ، بدون اینکه ما اون فرم کلیشه‌ای جنگ رو ببینیم، پشت صحنه جنگ رو می‌دیدیم. در زمینه خانوم ها، این که مادران، زنان، دختران، خواهران چگونه در انتظار عزیزانشون هستند که آیا بر میگردند یا بر نمیگردند، و این خیلی معنای جهانی برای من داشت. بر این که تا وقتی که جنگ افروزان هستن و چشم طمع به کشور را میدوزن، جنگ هم هست. جنگ که باشه، مادران در انتظارن، زنان در انتظارن، دختران در انتظارن. منتظر شدم، یواش یواش دلشوره گرفتم. تابوت رو 10 بار فرستادم سر کوچه، گفتم اگه فقط امروز بیاد همه چی رو به راهه. شب شد نیومد. هر صحبتی که میشه که من افتخار میکنم به این هنرمند های آقامون، همشون هنرمند هستن و باعث احترام من و دیگران، اسم چند نفر برده میشه، در حالی که ما در زمینه بازیگری، حالا در زمینه بازیگری میگم چون خودم هم بازیگرم، زنهای شاخصی داریم، داشتیم و داریم. در همین امروز، قبل از نسل من، هم نسل من و بعد از نسل من، چرا وقتی از آقایون نام میبرید خانوم ها فراموشتون میشه؟ من و مادرم همه رنج هامونو فراموش میکنیم و اونهایی رو که باعث رنجمون شده میبخشیم. من از تمام کسانی که دوست داشتن این فیلم رو بسازن تشکر میکنم و با اجازه اونا این فیلم رو تقدیم میکنم به بنفشه، بابک و بهروز، سه فرزندم، و به تمام کسانی که منو دوست دارن.